بسم الله الرحمن الرحیم. روزی که گل آدم و حوا بسرشتند، روزی که گل آدم و حوا بسرشتند، بر نام حسین ابن علی گریه نوشتند. فرمود نبی در صفت گریه کنانش، البته که آن طایفه از اهل بهشتم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي هلت بفنائک، علیک منی جمیعا سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین بعدد ما احاط به الملک. سلام علیکم به ما صبرتون فنعم عقبت دار. درود بر شما بینندگان عزیز شبکه جهانی امام حسین در سرتاسر کره زمین. ما را از حسینیه که به وسعت کهکشان و فراتر از کهکشان، از سرزمین عشق، از بهشت روی زمین با سفره عشق و از کنار مرقد مطهر سید الشهدا سلام الله علیه داریم. از نوکری درت مرا سیر نکن، از نوکری درت مرا سیر نکن، جز درگه خود جای دیگر پیر نکن. من منتظر تو هم شب اول قبر، من منتظر تو هم شب اول قبر، سوگند به جان مادرت دیر نکن. این چون امروز سال روز بابام بود، سالگرد فوت ایشون بود، 100 سال نوکری سید الشهدا سلام الله علیه، و دو بیتی که اول برنامه خوندم، بیش از 110 سال ایشون با پدرش، خدا رحمت کنه همشون رو، همه اموات شما رو خدا مهمون کنه انشالله بر سر سفره حضرت سید الشهدا. عرض کردم چون سالگردش بوده امروز، وظیفه هم دونستم و اونهایی که ایشون رو میشناختن میدونن که نزدیک به 100 سال میخوند برای سید الشهدا سلام الله علیه. کم توقع، چون نمیتونم بگم بی توقع، همه توقع دارن ولی کم توقع بود. الحمدلله خدایش رحمت کند، خدا پدر مادر همه تون رو رحمت کنه، انشاءالله عاقبت به خیر بشین. امشب هم با سفره عشق در خدمت برادر عزیز و بزرگوارم حاج رضای ولایی هستیم. انشاءالله بهره میبرید و موقعی که دلتون شکست و عشقتون جاری شد، همه ملتمسین دعا رو دعا کنید. ما هم دعاگوی شما هستیم. من هم به نوبه خودم وقتی مشرف میشم در حرمهای شریف، به نیابت از طرف همه شما بزرگواران هستم. ممنونم از اینکه ما رو مهمون خونه های خودتون میکنید. سلام علیکم حاج رضا، خسته نباشین و زیارتتون قبول باشه، در خدمت شما هستیم. علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الزر و جئنا ببضاعت مزجات فاوف لنا الکیل و تصدق علینا ان الله یجزی
متصدقین عرض ادب و سلام افتداعاً به ساحت مقدس آقا و مولای بیکفن و غریب ما آقا سید الشهدا علیه السلام، آقا قمر بنی هاشم شهدا و سرای کربلا، عرض ادب و سلام محضر شما استاد بزرگوار و همه بینندگان عزیز و ارجمند که به نوعی میهمان‌های دعوتی سفره اش هستن. آجا همونطور که ما این برنامه رو خیلی به چشم برنامه نمی‌بینیم و به چشم سفره و سفره اش می‌بینیم، یقیناً بینندگان عزیز ما هم به نوعی وقتی ناظر این برنامه است انشاءالله به نیت مجلس عزای آقا سید الشهدا علیه السلام و سفره عزای آقا سید الشهدا علیه السلام می‌بینن. انشاءالله روح پدر بزرگوارتونم که الحمدلله هم عمرشون رو در راه مکتب اهل بیت گذاشتن و همین که اولادی مثل حضرت عالی دارن که عمرتون را انشاءالله پربرکت باشد و در این مسیر بودید. انشاءالله که خداوند روحشون را امشب با همه اموات این جمع و همه کسایی که سر سفره احسان ما میهمان هستن، انشاءالله سر سفره احسان آقا سید شهدا انشاءالله میهمان عنایت کنند. انشاءالله ممنون از بزرگواری شما، دست شما درد نکن، خدا رحمت کنه اموات شما رو هم. نکته ای که من باید متذکر بشم و شاید قبلا هم گفتم خدمت بینندگان عزیز، ما اکثر اوقات حتی وقتی از فضا برمیگردیم برنامه تموم میشه ما خودمون مشغول گریه کردن هستیم، خدا رو شکر الحمدلله. یعنی واقعا حسینی هستیم که ما داریم میگیم سفره عشق، نام زیباست و خارج نمیشیم از این حالمون تا شاید ساعتها بعد از برنامه. و دعاگوتون هستیم و میدونم شما همینه که نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوش به رمز مسئله آموز صد مدرس شد. بفرمایید. صلی الله علیک یا رحمت الله الواسعه، صلی الله علیک یا باب نجات الامه، صلی الله علیک یا جبل الصبر، یا زینب کبرا، سرخوشان عشق سرخوش از سبوی زینب است، آبروی دین ما از آبروی زینب است. هر کجا صحبت شود از قهرمان و فاتحی، زینت آن بزم بی شک گفتگوی زینب است. حضرت ایوب که شهره به صبر و طاقت است، قطره ای در پیش دریا روبروی زینب است. حضرت ایوب مجدد بخونید. حضرت ایوب که شهره به صبر و طاقت است، قطره ای در پیش دریا روبروی زینب است. چهره ماه حسین مرآت ذات کبریاست، بر رخ ماه حسین مرآت روی زینب است. گشته حورا و ملائک خاک بوس درگهش، عرشیان و قدسیان مست از وضوی زینب است. آن حسینی که این حسینی که قیامش دین حق را زنده کرد، نهضتش مدیون آوای گلوی زینب است. با بیان آتشینش بر سر ظلام کوفت، چون که سرکوبی ظلم از خلق و خوی زینب است. در مسیر کوفه و شام و به ویران خانه دید، دیده اطفال غم دیده به سوی زینب است. خم به ابرویش نیاورد و به عالم شهر داد بشکند آن که در این عرصه عدوی زینب است. زینبم آجا اجازه بدید همین ابتدا هم یه شعر ترکی از حضرت زینب که سالها خیلی دوست دارم اینو میگم چند بیت از این رو بخونم. زینبم کنز حیا کعبه عفت حادثی، تان را لم من عباس دلاور بادسی، هر قدر ظلم لیبسم براجاخ دیم ممشم، ناروا هر ندیبسم براجاخ دیم ممشم،
Qolu bağlı bizi bu kavxı xərabə gətdün. Avli peyğəmbəri sən bəzmi şərabə gətdün. Ehtiram etdün əcəb yavrəli yorğun. Qonağa xeyzəran vurdun. O peyğəmbər öpən dil dodağa. Bəsdi. Bəsdi Allahdan utan. Bir belə tuğyan eləmə. Bundan artıq bu yanan qəlbləri qavn eləmə. Dözə bilməm də axı mən bir belə bidav dillə. Satasan itrəti tahavni kəniz av dillə. Andola Həzrəti Zəhra anamın iffətinə, andola Heydəri Kərrar atamın sovlətinə, yetdi qardaşımın o həqqə çatan yollarına, andola qardaşım Əbbasin uzun qollarına, qəməri Haşimiyanın o uca qavmətinə, ərsəyə cəngidə qeyzi ilə coşan sovlətinə, adlı sərdarüvi meydanda qıran əllərinə, təllin üstündə əmannamə cirə, Can əllərinə, baxmaram nökərvə, sərbazvə, yoldaşvə, qəsrüvi, təxtüvi bir dəfə çöyürrəm başvə. Çox uzun geçsin, fərmudən, Yəzid, beynhə qofdi xəlifəyi müsliminə. Bəli, mən ki, midunəm ki, əsdi. Çox uzun geçsin, əgər zaltüvi ifşav edərəm. Açaram əsrüvü bu cəmidə rüsval elərəm, çox qurur eyləyəsən nixvətüvi sindirram. Sözümü sildi edib, ağzın içindən vurram, qulaq as diqqətilə getsə əgər, söz başıva Zeynəbə, qoymaram hər iş görəsən. Öz başıva dər məsir kufəv o, şam o beviran xav ne did, dide yətfav li qəm dide, be suy Zeynəb əz xəm be əbruyəş nəyavərdu, be avləm şərh dad, beş kənədən ki dərin ərsi, ədui Zeynəb əz şud zəhicram ne Hüseynun şiirizən yek bari pir, mədrək hərfəm, مدرک حرفم سفیدی های مویه زینب است زینب تو زینت شه هنینی به فاطمه تو نور عینی تو منبع قرار و صبری شریک نهضت حسینی زینب تو بحر عفت و حیایی تو اخت شاه نینوایی فدای شوکت و مقامت تو قهرمان کربلایی زینب تو قهرمان کربلایی زینب تو قهرمان کربلایی زینب تو قهرمان کربلایی ای بی کفن شاهم امیدم پناهم امیدم پناهم آجای فتساهی عاشقای ابی عبدالله امه سادات زینب یقینا شنیدید از همون پنج سالگی دائما در مصیبت و رنج و عذاب بوده یه مدتی در عزای مادرش فاطمه زهرا بعد آقا امیرالمومنین امام حسن اما نمیدونم چقدر داغ سید شهدا سخت بود برای این خواهر یا امام زمان میگم بعد از هر مصیبتی اینقدر علاقه داشت به مادرش زهرا حتی وقتی فرق مطهر امیرالمومنین رو دید عرض داشت وای مادر وای مادر جگرهای پاره پاره امام حسن رو دید با صدا زد وای مادر آی مادر
اما نمیدونم زینب توی قتلگاه سید الشهدا را به چه حالی دیده. یه وقت دیدن عرض داشت حسین جان، حتی مادرم زهرا هم به فدای تو حسین. ای بی کفن شاهم، امیدم پناهم، امیدم پناهم، ای غرق خون ماهم، ببین غرق آهم، ببین غرق آهم. من میرم از پیش تما، دلم خونه، دلم خونه، اما یک شب مهمون زینب شو به ویرونه، تو ویرونه. من بدون تو آخه میمیرم حسین، میمیرم حسین، میمیرم حسین. نمیدونم اون خواهرایی که برادر از دست دادن، اگه این جمله های منو میشنوم به چه حالی میافتم. حتما دیدید خواهر وقتی اول دفعه میاد کنار مزار برادر به چه حالی ناله میزنه. عرض داشت حسین جان، ای سید دولت شاد، حسین جان، حسین جان، حسین جان، حسین جان. زینب شده حیران، حسین جان، حسین جان، حسین جان، حسین جان. ای صد پاره اوریان پیکر، خدا حافظ، خدا حافظ. بند قلب زینب غریب مادر، خدا حافظ، خدا حافظ. او کسایی که اومدن کربلا خوب میفهمن این جمله را. وقتی چند شب مهمون این آقای غریب میشی، وقت ودا چقدر سخته، هی میبینی ظاهر بر میگرده، نگاه به ذریع آقای غریب میکنه. اما اونجا من یاد این صحنه میافتم، ما نه با سید الشهدا زندگی کردیم، نه هم خونه بودیم، نه با ایشون بزرگ شدیم. اما عالم بسوزد به این حال زینب کبرا، دیدن از روی اینا پار شکسته ها، از روی این که جابه ها، هی نگاه به این بدن های پاره پاره. حسین خدا حافظ، ای برادر زینب خدا حافظ، ای برادر زینب. به خون غلطات در برابر زینب. اما ای عاشقای ابی عبدالله، روزه نمیخواهد تنی که سر نداره. امام زمان توی جمله ها منو ببخشن، قربان آن آقا که انگشتر نداره. یک جای سالم هم درم پیکر نمانده، جا
جایی برای بوسه مادر ندارد. آی حسین در کربلا مادر ندارد، حسین در کربلا مادر ندارد. اما همه جمله و روزه من برا حضرت زینب همین جمله است: برادر جان سلی مان زمانی، چرا انگشت انگشتر نداری؟ تو عزیز جان پیغمبری اما حسین، چرا عمامه ای بر سر نداری؟ همه با هم یا حسین یا حسین. کسی که سب شد از او پدید، من بودم کسی که سب شد از او پدید، من بودم فروغ مهر و وفا و امید، من بودم. اینکه آجا رضا فهمیدن یه مرتبه این به ذهنم اومد که بخونم. به 4 سالگی آن دختری که با قد خم پی جنازه مادر دوید، من بودم. به 4 سالگی دختری که با قد خم ای جنازه مادر دوید، به خون تپیدن اژدها عزیز در یک روز کسی ندید، ولی اون که دید من بودم، من بودم. من میخوام بگم بی بی زینب از حضرت حسین بیشتر داغ دید. کربلا هرچی داغ دیدم یه عبدالله بی بی زینبم دید. یه داغ نه دو داغ زیادتر دیده بی بی زینب. یکی داغ خود حضرت حسین رو که با عالم برابری، دومین داغم همین چند روز دیگه تو خرابه یه جا. چه روزی بر روز بی بی زینب آورده، ای وای ای وای. یکی دو بیت بعد از آرزا براتون بخونن. باز بابا زینب که ای بود جوانم که کند دشمن جانی، و
بر مذهب زد باره من از دوانی مملوع شود دیدم از عشب جانی مهلت ندندم که گنم مرسی قانی و زینم ارجا جذاب بر تو در شام گرفتیم پاداش خود از سنگ لب بام گرفتیم رنگ های تو پر خاک و گشته وای مگر در کربلا خواهر نداری چرا این هنجرت خوشی است و بیابای مگر عباس نام آور نداری آی آی زبان بگشوده زخ به سینه تو مگر ای کشت تو مادر نداری مسلمانان حسین مادر ندارد وای حسینم وای حسینم وای حسینم حسینم وای حسینم وای حسینم وای حسینم وای حسینم وای حسینم آجای فتایی الان به ذهنم رسید هر کسی این آقای غریب ما رو به یه نحوی مخصوصا کنار مزارش ناله میزن و به این آقا گریه میکنه یکی مثل مادر ای زهرا یکی مثل ای زائرای سید و شهدای اما ارزم اینجاست آقا جان هیچ کسی تو را مثل زینب کنار مزار تو کنار پیکر تو حتی ناله نزن فبکت علیه کل عدوان و صدیق میگه به یه حالی افتاد زینب همه دوست و دشمن به حالش ناله زدن حسین من میرم حسین میسوز دلم بی غسل و کفن موندی خجلم ای وای یارالی ای وای یارالی ای وای یارالی ای وای یارالی اما اول ماه سفر آجا اشاره فرمودن این ایام ایامی که سرای کربلا وارد شام پر از بلا شدن آقا جان یا صاحب الزمان ام جانتون زینب توی شام چه بلاهایی کشید ارزم اینجاز حیا میکنیم تو کربلا محضر سید شهدا و قمر بنی هاشم روزه های ورود شهر شام رو بخونیم اما فقط همین جمله ها رو بسته کاروان وارد شام از خدا رحم کنه نوبت
جور عوام از خدا رحم کند. اما مسئولیت داره این جمله ها، هر جا سخن از زینب و دروازه شام است، ساکت به تماشا ننشینید حرام است. ای وای حسین، هجده قمر از نوک سنان تا بد و مردم پرسند زهم، پس سر عباس کدام است؟ چه جسارتی کردند مردم، نزنید از همه سو سنگ بر این سر. والله امام است، امام است، امام است. ای وای حسین، آقا یا قمر بنی هاشم، اینم به نیابت از شما زوار برادر شده بر نیسر عباس. شاید از همه سرها بیشتر وقتی اسرا رو می زدن سر قمر بنی هاشم خجالت می کشی، دور از نگاه غیرت عباس زوار برادر شده بر نیسر عباس. هم اش به رخ هم به لبش عرض سلام از آی حسین. ای وای حسین جان، حسین جان. حکم او ولی رضا بر قضاست او، پس از بتول بانوی خانه مرتضاست او، بلکه به جای مادر امام مجتباست او. خطاب خانه انبیا زبان اولیاست او، چه در حضر چه در سفر چه در میان قافله. قضا نشد شبی از او نمازهای نافله، فقط یه شب نافله رو نشسته خون. از امام زین العابدین پرسیدن آجان، شنیدیم همه جالتون همه یوم نماز نشسته نخونده الا شب یازدهم. درسته فرمود درسته، نافله شبش رو نشسته خوندم به جانه آجان. علت فرمود تشنگی، گرسنگی، خستگی، داغ، دیگه بیتاب کردم به جانم رو. کاری کردن که تو دل بیابون که میدوید صدا زد مادر فاطمه کمکم کن مادر. یه بیت بخونم باز از آرزا بخونه، ای من میاد نخونه اینجور چه بگویم. آی مردم عالم، کی به
نمیتونه تصور کنه چی بر سرم اومده. چه بگویم چه شبی را به سر آوردم، با نماز شب بنشسته خود سر کردم. حسین جانم، حسین جانم، جز فراق تو مرا هیچ غمی پیر نکرد. آجا فرمودید میگم وقتی که قصاله آمد به پیکر عمه سادات زینب کبرا غسل بدن کنار دمشق، سوال کرد از امام سجاد آیا عمه جان شما هم مگر در واقعه عاشورا جنگیدن؟ فرمود قصال چرا این سوال را میکنی؟ عرضه داشت آجام پیکر عمه جانتون از بالا تا پایین همه پر زخمه. دیدن امام سجاد دستاشو گذاشت به روی سینه، فرمودن قصاله اینا نجیبا تو شام جسارت هایی کرده، اما وقتی هر کدوم از این بچه ها رو می زدن امم دستا رو می آورد جلو که مبادا به این بچه ها و امانت ها آسیبی برسه. حسین جز فراق تو مرا هیچ غمی پیر نکرد. داغ تو کش مرا کش زمین گیر نکرد. خواهرت دید به چشم خودش آن لحظه ای که در پی قارت انگشتر تو دیر نکرد. آی بمیرد حسین زینب زداغت، بمیرد حسین زینب زداغت. اما همه مصیبت را جا فرمودن یه طرف، اما نمیدونم داغ شام و مصیبت رقیه چقدر سخت شد بینم جان امام زمان. شامیان خنده به زخم جگر ما نزنید، ساز با ناله ذریه زهرا نزنید، سر مردان خدا را به سر نیزه زدید. مرد باشید دیگر سنگ به زنها نزنید. ای وای حسین، به زنان بر سر بازار اگر سنگ زدید، دختران را به کنار سر بابا نزنید. علی و فاطمه در جمع شما استادند، پیش چشم علی و فاطمه ما را نزنید. ای وای حسین، روزه من تمام از همه التماس دعا، اما جان سید الشهدا آی آرزومندان زیارت، اگه دلتون شکست در رأس همه حاجت ها فرج آقا رو دعا کنی. آقا جان یا صاحب الزمان، به یه احوالی افتادن اهل بیت توی شهر شام. مرحوم شوشتری می نویسد می
دیگه سوال کردن آیا در شام که خلافت اسلام اونجا بود آیا قبرستانی برای مسلمان ها نبود که امام سجاد رقیه رو اونجا دفن کنن؟ چرا خراب دفن کردن؟ جوابی که می فرماید دل همه شیعه ها را آتش می زند یا امام زمان. میگن امام سجاد ای پیکر رقیه را به روی دست گرفت آمد به طرف قبرستان مسلمان ها. اما یه دز این اهل شام آمدن مقابل قبرستان، گفتم ما اجازه نمیدیم دختر یه خارجی تو قبرستان مسلمان ها دفن شود. آی حسین 30 سال در فراق پدر ناله کرد و گفت بازار شام جای عزیزان ما نبود. ای وای حسین، ای وای حسین. در سفر شاهد اجدام تن بی سرگشتم، کشته رای حقم عشق برادر گشتم. قصه کوتاه ز سفر سوی وطن برگشتم، لیک با همسر خود تا که برابر گشتم، آمد از دور ولی تا نظر انداخت مرام، ما تو حیرت زده شد بر من و نشناخت مرام. نبد الله رو نشناخت، ام البنین هم او رو نشناخت. ام البنین اومد رو بغل گرفت زینب و گفت مادر زینب، دخترم چرا قدت خمیده؟ زینبم این زفر خیلی طول نکشید، چرا همه موهای سر سفید شده دخترم؟ بارا شنیدید قتل مکرره؟ فرمود مادر و ملولین خوب شد نبودی کربلا، مادر نبودی ببینی، تو گفتی قتلگاه زینب تنها بود، هرکی هر زلایی داشت اومد طرف زینب، دست و پا میزد و مادرش رو صدا میزد. هر آرزویی دارین در رأس همه عوایجتون، فرج آقامون، مولامون، صاحب دم و صاحب اختیارمون، بقیت الله الاعظم همه با هم. یا حسین اللهم لك الحمد حمد الشاکرین لك الهم صابر الحمد لله العظيم رزيتي اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا وهجروا
دون الحسین علیه السلام. اللهم اجل ولیک الفرج والعافیت و الناس، اللهم اشف مرضانا وارحم واغفر موتانا، اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا ای غفار به حق محمد و آله الفاتحه تمام الصلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. تا فردا شب و سفره اشکی دیگر همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا نگهدار همه. التماس دعا یا علی مدد. بزم العطشان، بزم المذبوح، بزم العریان، حسین ابی عبدالله.